موضوعی که انتخاب کردم برای اینکه با شما امروز صحبت بکنم مسئله مسئولیت جمعی هست. به رسم سخنرانی هایی که در آمریکای شمالی میشه اجازه بدید که این صحبت رو با ذکر یک حکایتی که حالا یا شبه حکایتی که یک مقدار جنبه نزاع هم داره آغاز بکنم. بخش مسئله مسئولیت جمعی مقدار مفهوم گنگی است برای ما ایرانی ها و شناخته نشده است و طی این بحث خواهم گفت که برخی از عواملی که باعث میشه این مفهوم بیگانه به نظر بیاد چی هست. در سال 74 در مجلس شورای اسلامی یک آقایی بود به نام آقای عباد اوهانی بود در حقیقت به نام آقای عباس عباسی نماینده بندر عباس. ایشون در هنگام رسیدگی به لایحه تصویب اصلاحیه های اجلاس های لندن و کوپنهاگ راجع به پروتکل مونتریال در مورد مواد کاهنده لایحه اوزون در حقیقت رأی مخالف میده به پیوستن ایران به این پروتکل و در حقیقت توجیهش برای این رأی مخالف این هست و من نقل قول ایشون رو میخونم. میگه اول اون کسانی که به گفته دانشمندان خودشان اون لایه را خراب کردن این لایه اوزون رو برون لایه اوزون را تفتیش کنن، ببافن، بدوزن، قشنگ و مرتب گچ بزنن، متنارمه کنن و بعد از اون بخواهن که برای تحقیقات بعدی عضو شدن. این موضوع اصلا وقت به جمهوری اسلامی و تشبه در حالی توسعه نداره. این یک نمونه است از عدم درک مسئولیت اجتماعی یا مسئولیت جمعی تعبیر دقیق تر. خب از زمانی خیلی طولانی این موضوع در دقیق فکری من بوده، فکر من رو مشغول میکرد، اما در این مدت اخیر یک مصاحبه رو من گوش کردم در برنامه پرگار بی‌بی‌سی، یک برنامه در نفر بحثی بود بین دو نفر و بحث میکردن راجع به این که در نفر جنایت هایی که بسیاری از مسلمانان بنیادگرا انجام میدن یا جنایت هایی که جمهوری اسلامی انجام داده. خب اینها باید رابطهش با اصل اسلام مشخص بشه که آیا اسلام پذیرا و پدید آورنده چون این امکانه های جنایت هست یا نه. اون آقایی که از یک نفر میگفت مسلمان ها باید جوابگو باشن، یک آقای مخالف بود و میگفت که ما که نکردیم جنایت ها، ما فقط میتونیم بگیم متاسفیم و چون ما نکردیم بنابراین هیچ مسئولیتی هم در قبالش نداریم. خب این یک بحث جدیست. اصولا مسئله مسئولیت جمعی زمانی مطرح میشه که ما آگاه میشیم به جنایت ها، مصیبت ها و فاجعه های بزرگ. در اگر یادتون باشه در داستان سونامی که در اندونزی اومد و واقعا برای جهان شگفت‌آور بود این حادثه و میزان خسارت‌ها و تلفاتی که داشت، اسقف کنتربری که الان دیگه اسقف کنتربری نیست، وارن ویلیامز در یک سخنرانی گفت که این فاجعه به حدی مهیب بود که جا داره انسان به وجود خداوند شک کنه. یعنی دشوار هست بپذیریم که خدای عادلی وجود داره و چون این شر مهیبی رو تحمل میکنه و بر آدمیان نازل میکنه. بنابراین زمانی که یک فاجعه بزرگ رخ میده ما میپرسیم تقصیر کی بود؟ چه کسی مسئول بود؟ چی شد که چنین شد؟ آیا چه خطا رفت؟ بحث مسئولیت جمعی که بحث کاملا مدرن است، یعنی در روزگار مدرن بحث مثلا مفهوم مسئولیت جمعی به وجود میاد. کسی که به طور مشخص بحث مسئولیت رو مطرح کرده ماکس وبر هست، جامعه شناس آلمانی. اما به طور گسترده‌تر بعد از جنگ جهانی دوم و اون کشتارهای مهیب و
خوف‌انگیزی که هیتلر کرد و از اون طرف متفقین و روزها آلمانی‌ها رو کشتن، این حادثه بسیاری از متفکران رو به حقیقت به فکر واداشت که آیا فقط هیتلر بود که این سبب این همه جنایت بود؟ آیا میشه که ما انگشت اتهام رو تنها به یک سوی یک نفر متوجه کنیم و اون رو مسئول جنایت‌هایی در چنین ابعاد بی سابقه بدونیم، یا اینکه نه دارای مسئولیت رو باید گسترده‌تر کنیم؟ در دنیای قدیم یکی از کارهایی که ادیان مخصوصا ابراهیمی، دین یهودیت و مسیحیت و بعد دین اسلام کردن این بود که مسئولیت اعمال اشخاص رو متوجه اون شخص بکنن، مخصوصا در سرزمین جزیره العرب که یک باخت کاملا قبیله‌ای داشت. اگر یک نفر از یک قبیله می‌رفت، یک نفر دیگر از قبیله دیگه می‌کشت، این قبیله با اون قبیله اعلام جنگ می‌کرد. یعنی مهم نبود که یک نفر چه کسی اون شخص رو کشته، مهم اینه که اون شخص هویتی نداره و قبیله است که هویت داره. در نتیجه دو قبیله وارد نزاع می‌شدن و این نزاع‌ها گاهی برای سالیان دراز طول می‌کشید. اسلام در حقیقت میاد و قانونی وضع می‌کنه برای اینکه مسئولیت حقوقی اشخاص رو متوجه عمل خودشون میکنه. به این معنا هم یهودیت، هم مسیحیت، هم اسلام نقش مهمی در تکوین مفهوم فردیت individuality به مفهوم سنتی اون، نه به مفهوم مدرنش داشتن. یعنی اسلام گفت که اگر کسی رو کشت، اون شخص فقط مسئول هست و اون شخص باید مجازات بشه. ولا تذر و واذرتون وزر اخرى، هیچ کسی که بی گناه هست، گناه کسی رو که مجرم هست به دوش نمیبره و به دوش نمیکشه. و در نتیجه اگر کسی یک نفر رو کشت، همون باید مجازات بشه. و اگر کسی یک چشم رو کور کرد، باید یک چشمش کور بشه. اگر یک گوش رو برید، همون گوشش باید بریده بشه. این برای این بود که مسئولیت از قبیله، از عشیره، از هویت‌های جمعی، در نهایت مسئولیت جمعی که به صورت سنتی وجود داشت از بین بره و مسئولیت فردی به وجود بیاره. این بسیار قدم مهمی بود، تحول مهمی بود در دنیای باستان. یعنی که ما بتونیم یک چیز رو به نام مسئولیت حقوقی منحصر به فرد بکنیم و در نتیجه آدم‌های بسیاری رو قربانی کرده یک شخص نکنیم. اما در دنیای جدید این بحث مسئولیت جمعی به مفهوم حقوقی نیست که بیشتر مطرح هست. یعنی ما سوال نمی‌کنیم که اگر یک نفر قتل کرد، پس بیاییم آیا همه رو بکشیم، یه چند نفر رو بکشیم، یا فقط قاتل رو بکشیم، یا قاتل رو در جایی که مجازاتش حبس عبد هست حبس کنیم، یا بیاییم یک گروهی رو حبس کنیم. نه، در سنت و حقوقی کمابیش این پذیرفته است که مسئولیت جمعی بسیار بسیار محدوده و هر کسی جرمش مشخص عامل با مباشر فرق میکنه و هر کس به اندازه سهمی که در وقوع جرم داشته در حقیقت مجازات میشه. اون مفهومی که جدید هست مسئولیت جمعی به مفهوم اخلاقی است. کلمه ریسپانسیبیلیته در ریسپانسیبیلیته در انگلیسی یا در فرانسه معادلش از ریشه لاتین رسپونسوس هست. رسپونسوس به معنی پاسخ دادن. ما در فارسی هم میگیم که باید پاسخگو باشه دولت. و کلمه مسئولیت رو هم ما از عربی وام کردیم و بسیار کلمه به این معنا کلمه خیلی جدیدی هست، در فارسی وجود نداشته. میتونیم بگیم که ما یک کلمه فارسی برای رسپونسیبیلیتی نداریم در حقیقت، به دلیل اینکه کانسپتش رو و مفهومش رو نداشتیم. در عربی هم و در سنت اسلامی هم مسئولیت به هیچ وجه مفهوم اصلی، مفهوم مسئولیت اخلاقی، مفهوم جدید به کار نمی‌رفته، بلکه مسئولیت به مفهوم سنتی به کار می‌رفته که اون رو هم توضیح می‌دم.
بنابراین ببینید در چهار رشته اخلاق، حقوق، فلسفه و آنتروپولوژی، مردم شناسی بحث مسئولیت جمعی در برابر مسئولیت فردی به طور گسترده در 60-70 سال گذشته در غرب مطرح شده و آثار بسیار فراوانی در این زمینه به وجود آمده و هر بار که یک فاجعه بزرگ رخ میده، مثلا فرض کنید جنوساید در رواندا وقتی که رخ داد، نسل‌کشی در رواندا رخ داد، باز هم این بحث مسئولیت اخلاقی دلمایه و دلمشغولی روشنفکران، فیلسوفان و در حقیقت متفکران شد. مفهوم پاسخ دادن در سنت به این صورت بود که شما انسان پاسخگو بود اما در برابر خداوند. خداوند کسی بود که به تعبیر قرآن میگه لا یسأل عما یفعل، خدا از کاری که میکنه پرسیده نمیشه، خدا در برابر کاری که میکنه پاسخگو نیست. پاسخگو نبودن، ریسپانسیبل نبودن صفت خداییست. کسی که خودش رو بی نیاز از پاسخ دادن میدونه در حقیقت خودش رو در مقام الوهیت مینشانه. بنابراین رابطه بین پاسخگو و پاسخگیر یک رابطه برابر نه، یک رابطه ارباب و بنده بود، رابطه خداوند و آفریده بود. این رابطه نابرابر در نظام اجتماعی هم بازتولید میشد، یعنی که فرد برای اعمالی که انجام میداد یا اعمالی که انجام نمیداد و باید انجام میداد در برابر رئیس قبیله مسئول بود، در برابر حاکم مسئول بود. نسبتی که بین حاکم و محکوم، بین رئیس قبیله و عضو قبیله برقرار هست به هیچ وجه رابطه برابری نیست. بنابراین در دنیای قدیم دو مفهوم وجود نداشت که باعث شد وقتی این دو مفهوم در دنیای جدید به وجود بیاد مسئولیت به مفهوم تازه‌ای شکل بگیرد. این دو مفهوم یکی برابری بود و یکی هم آزادی. تنها در دوران مدرن هست که این دو مفهوم بنیادی به وجود میاد و چون این دو مفهوم بنیادی شکل میگیره معنای مسئولیت هم عوض میشه. مسئولیت انسان برابر و آزاد در برابر انسانی که با او در یک شأن و یک مقام و یک موقعیت هست و او هم آزاده و این باعث میشه که انسان مسئول آزاد برابر متولد بشه. این انسان قایم هست در سنت. ما در سنت انسان مسئول برابر آزاد نداریم. خب یکی از تفاوت‌های مهم اینه که این فرد دیگه احساس مسئولیت در برابر عملی که خودش انجام داره نمی‌کنه، بلکه احساس مسئولیت میکنه حتی در برابر عملی که خودش مستقیما انجام نداده یا حتی در زمان حیات او اتفاق نیفتاده. یک مثال خیلی واضحش مسئله محیط زیست هست. ما امروزه اخلاقا نسبت به محیط زیست خودمون رو مسئول میدونیم، نسبت به حفظ کره زمین خودمون رو مسئول میدونیم، به دلیل اینکه فکر میکنیم که نسل‌های بعدی، فرزندان بعدی، فرزندان ما که بر این زمین زندگی خواهند کرد، اونها حق دارن که از آب سالم، از هوای سالم، از طبیعت سالم استفاده کنند. خب من شخص من که این طبیعت رو آلوده نکردم یا خراب نکردم، بسیاری از فجایعی که در جهان محیط زیستی به وجود آمده اصلا قبل از تولد من رخ داده، هم قبل از تولد من رخ داده و هم ارتباط علمی و مستقیم بین من و اون فجایع وجود نداره، اما من مسئولم. مفهوم مسئولیت گسترش پیدا میکنه از اون رابطه علمی که در دنیای قدیم بین مجرم و جرم، بین گناهکار و گناه وجود داشت، از اون رابطه بیرون میاد و این زنجیره علمیت پاره میشه و انسان به میزانی که آزادی و آگاهی داره مسئول میشه. حالا من توضیح میدم که چرا مفهوم مسئولیت ارتباط داره به این دو
عامل مهم، یکی آگاهی و یکی هم آزادی. اساساً انسان مسئول به خاطر اینکه انسان آزاده. انسان چون میتونه انتخاب بکنه باید پاسخگوی پرده های خودش باشه. اگر انسان آزاد نباشه، شما از انسانی که آزاد نیست مسئولیت قبول نمی کنید. به همین دلیل هست که فقط در دوران جدید هست که اخلاق به معنای واقعیش نمونه. ادیان همه حرف میزنن از اخلاق، اما به دلیل اینکه درکشون از انسان آزاد نیست، اخلاق نمیتونه به معنای واقعی کلمه تحقق پیدا کنه. انسان نمیتونه خوب و بدش رو خودش تشخیص بده و تصمیم بگیره. همیشه یک عنصر بیگانه، یک عنصر بیرونی که البته از نظر ادیان یک عنصر درونی است، خدا واسطه است بین من و تصمیمم، بین من و اراده من. اینکه در سنت های مذهب مثلا اسلامی میگن وقتی میخواین یک کاری بکنین بسم الله بگین، شما حتی با ذکر خداوند رو حاضر میکنید در عملتون، در تصمیمتون، چون شما هستید که در حقیقت دارین تصمیم میگیرید. در اون جهان بینی دینی تمام اساس وجود شما، تصمیم شما، اراده شما، فکر شما همه محمول خداونده، و اگر خداوند لحظه اراده بکنه شما همه چیز رو از دست میدین. اصلا حدیث هست که میگه عرفت الله به فسق العزائم. یکی از راه‌های شناخت خدا اینه که خداوند میاد اراده رو که شما تعریف کنه، اراده رو از بین میبره، اراده رو فسق میکنه. بنابراین اگر نازی کند در هم فرو ریزند قالب‌ها. چنان قدرت قهار جبار فراگیری داره که میتونه هر آن تمام نقشه های انسان رو از بین ببره. به دلیل اینکه جهان رو بر اساس مشیت الهی خودش اداره میکنه و پیش میبره، و ما تنها یک جزء کوچکی از این دنیای بیکرانی هستیم که خداوند خلق کرده و باید طبق نقشه اون پیش بریم. ما نمیتونیم نقشه اون از بین ببریم. در دنیای جدید هست مفهوم مشیت الهی از بین میره و به جای اون انسان پرتاب میشه در یک تاریکنای ژرف بیکرانی که تنهاست و مسئوله و باید تصمیم بگیره بین بودن و نبودن، بین انجام دادن و انجام ندادن. نه تنها باید کار خوب انجام بده و از کار بد تحلیز بکنه، بلکه خود مفهوم خوبی و بدی رو هم خودش باید تشخیص بده. انسان هست که ارزش‌های خودش رو می‌آفرینه، مفهوم خوبی و مفهوم بدی رو ابداع می‌کنه و به این طریق در جهانی فارغ از الوهیت به زندگی خودش معنا می‌ده. بنابراین این مسئولیت قرین و همبسته است با مفهوم آزادی، و از اون طرف کدام آزادی هست که بدون آگاهی به وجود نیاد؟ شما به میزانی که آگاه هستید آزادی. شما اگر امکانات خودتون رو نشناسید نمیتونید از امکاناتتون استفاده کنید. اگر شما در خانتون بستر در زیر زمین خانتون گنجی نهفته باشه در اعماق زمین و شما از اون بیخبر باشید، تمام عمر رو بدون اون پول و در فقر زندگی خواهید کرد. زمانی شما امکان استفاده از اون گنج پیدا میکنید که بدانید که این گنج در اون نهفته خانه موجود هست. در نتیجه انسان جدید کوشید ظرفیت‌ها، امکان‌ها و توان‌های بالقوه خودش رو کشف کنه و به این شیوه گستره آزادی خودش رو فراختر و فراختر و فراختر می‌کنه. اگر شما به این انسان قدیم می‌گفتید که انسان جدید می‌تونه چه کارایی بکنه، اصلاً باور نمی‌کرد. انسان جدید امکانش برای استفاده از آزادیش قابل مقایسه با انسان قدیم نیست. و این آگاهی ناشی از این هست که یک امری به نام خود سلف به وجود آمده در دوران مدرن. در دوران جدید سلف که همون آگاهی است، وجدان اون کانشس که همون آگاهی است، این محصول دوران جدیده. در دوران جدید هست که من میتونم بگم من خودم
انسان میتونه بگه می اندیشم بس هستم، یعنی با ضمیر اول شخص راجع به خودش حرف بزنه و اندیشش رو بر اساس خودش بنا بکنه، بنیاد اندیشه رو انسان تشکیل بده. به این شکل هست که شما هر چقدر آگاه‌تر باشید آزادتر میشید و هر چقدر آزادتر باشید مسئولتر میشید. به این ترتیب هست که مسئولیت انسان جدید قابل مقایسه نیست با مسئولیت انسان. در نظر اتیمولوژی و ریشه شناسی کلمه ریسپانسیبیلیتی، کلمه ریسپانسیبیلیتی نزدیک هست در یونانی به در حقیقت یکی از کانکتیشن هایی که داره به مفهوم مچوریتی هم هست، بلوغ. آدمی که مسئوله بالغه. یکی از نشانه های بلوغ روانی بچه زمانی است که شروع بکنه مسئولیت کارهای خودش رو به عهده گرفتن. و انسان جدید به نظر میرسه که تا اندازه به یک بلوغ رسیده که بتونه بیش از گذشته مسئول باشه. ما هر چقدر بیشتر مسئول باشیم بالاتریم. این یک معیاریست برای اندازه گرفتن. اگر آقای عباسی میگه که شما لایه اوزون رو هرکی خراب کرده بده درست بکنه، یعنی که دایره مسئولیت خودش رو محدودتر می‌کنه. یعنی هنوز ذهنیت ابتدایی است، هنوز ذهنیت مدرن است. ذهنیت مدرن در ذهنیت مدرن به منشأ وجود نداره. ما نمی‌تونیم بگیم به منشأ. من نمی‌تونم اینجا بنشینم و در رواندا جنوساید بشه و من بگم به منشأ، مگه من دارم آدم می‌کشم؟ من نمیتونم اینجا بنشینم و در آفریقا بچه ها از گرسنگی بمیرن و من بگم به من چه؟ مگه من اونها رو از قضا مرگ کردم؟ مگه من مسئولم؟ من مسئولم. من دایره مسئولیت من میشه کره زمین. من در برابر انسان مسئولم. من در برابر حیوان مسئولم. در برابر طبیعت مسئولم. و توضیح خواهم داد که چرا این مسئولیت جمعی یک عنصر بسیار حیاتی است. اما پیش از اینکه ادامه بدم اجازه بدید یک هشدار بدم. مسئولیت جمعی مثل بسیاری از مفاهیم دیگه میتونه مورد سوء استفاده قرار بگیره. به این مفهوم که هانا آرنت به درستی اشاره میکنه در نظام های توتالیتر، در نظام های تمامیت ها مثل نازیسم آلمان یا کمونیسم دوران استالین، یکی از اهداف این بود که تمایز و مرز بین آدم مجرم و دیگران رو بردارن. فکر کنم براتون خیلی آشنا باشه این جور تبلیغات که در جمهوری اسلامی میشه. مثلا اگر شما بگید آقا در زندان های جمهوری اسلامی جنایت میشه به جمهوری اسلامی، آقا در گوانتانامو هم جنایت میشه، در ابوغریب هم جنایت میشه، در آمریکا هم جنایت هست. اگر شما یعنی در حقیقت اتفاقی که میفته نظام های توتالیتر به شما میگن همه گناهکارن، پس گناهکار وجود نداره. شما وقتی که قرار شده همه گناهکار باشن دیگه نمیتونید دست ببرید و گناهکار رو نشون بدید. گناه مفهوم بی‌معنا میشه. شما به جمهوری اسلامی میگید که روحانیت چرا وقتی به قدرت رسید این قطع سرکوب کرد؟ میگن چپا دیگه میومدن سر قدرت همین کار رو میکردن، لیبرال ها میومدن همین کار رو میکردن. این گناهیست که در شهر شما نیست کنن. با این منطق در حقیقت نظام‌های توتالیتر رفع مسئولیت می‌کنند. یکی از مهمترین و خطرناک‌ترین مکانیزم‌هایی که نظام‌های خودکامه و توتالیتر به کار می‌برند ویران کردن و فروپاشیدن قوه داوری است. یعنی توان شما رو برای قضاوت کردن از بین می‌برند. شما دیگه نمی‌تونید بگید چی خوبه چی بده. بدترین اتفاقی که در یک جامعه میفته اینه که آدمی که مجرم هست خودشو مجرم ندونه و آدمی که مجرم نیست خودشو مجرم بدونه. این یعنی ارزش اخلاقی
در اصلا پاشیدن وجود ندارن، معیاری نیست. همونطور که نظام‌های خودخواه سعی می‌کنن معیار حقیقت رو هم از بین ببرن، بگن حقیقتی وجود نداره. حقیقت اون چیزیه که مقام معظم رهبری میگه یا پیشوا میگه یا استالین میگه. حقیقت برای اونها و بیرون از اونها وجود نداره. در نتیجه می‌بینید که گاهی کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هم هستن، یعنی روشنفکران، یعنی به اصطلاح پست مدرن ما، میان ایدئولوژی هایی رو که نسبیت حقیقت رو ترویج میکنن در جامعه رواج میدن. نسبیت حقیقت یک چیزیست که اصلا نظام توتالیتر باش مشکل نداره. اونها از خداشون که حقیقت معلوم نباشه چیه و هر کس حقیقت خودش رو داشته باشه و اگر قرار باشه که هر کس حقیقت خودش رو داشته باشه، ما چجوری هم دیگر قانع میکنیم؟ حضور هر کس که زورش بیشتر بود حقیقت رو بپرسیم میشه. بنابراین مواظب باشیم وقتی که بحث مسئولیت جمعی میکنیم، این همینطور نیست که شما هر کس بیاد و خودش رو یا دیگران رو متهم به جرائمی بکنه و متهم به ارتکاب گناهانی بکنه که مرتکب نشده و هممون بشیم گناهکار. اگه هممون بشیم گناهکار یعنی که در اینقدر رفع مسئولیت کردیم، یک شیله و شگرد و ترفند و پیچیده‌ای به کار بردیم برای اینکه در اینقدر مفهوم مصلحت رو از بین ببریم. چرا مسئولیت جمعی مهمه؟ چرا ما باید به مسئولیت جمعی فکر کنیم؟ هم به مفهومش هم به مصداقش. دلایل متفاوتی داره. بعضی از دلایلش اخلاقی هم، ولی همه اونها اخلاقی نیستن. و من امشب بیشتر تاکیدم رو دلایل غیر اخلاقیش هست. یعنی دلایلی که علاوه بر دلایل اخلاقی مهمه. مسئولیت جمعی مهمه به خاطر اینکه اخلاق مهمه. چرا اخلاق مهمه؟ به دلیل اینکه آزادی مهمه. آزادی یک اصل پرسش‌ناپذیر تفکر غربی است. شما میتونید راجع به مفهومش، دائرش، مرزهاش، محدودیت‌هاش بحث بکنید، ولی در اصل اینکه انسان آزاد است نمیتونید بحث کنید. این اگر بحث بکنید از پارادایم تفکر غربی خارج شدید. زمانی انسان آزاد هست که اخلاق رعایت میشه. اخلاق طبیعتاً به مفهوم سکولار، نه اخلاق مذهبی. اخلاقی که انسان خودش میتونه بسازه و ما با همدیگه میتونیم راجع به معیارهاش با همدیگه گفتگو کنیم. میتونیم حتی راجع به خوب و بد گفتگو کنیم. مثل اخلاق مذهبی نیست که میگه خدا اینو گفت پس دیگه باب پرسش بسته است، خدا گفت بده پس دیگه بده. نه، ما میتونیم راجع به خوبی و بدی، معنای خوبی و بدی و مصداقهای خوبی و بدی بحث کنیم. اما جامعه که فاقد اخلاق هست امکانهای به فعلیت رسیدن آزادی رو میکشه. شما اگر بخواهید آزاد باشید حقوقتون باید توسط نظام‌های اخلاقی و هنجارهای اخلاقی محافظت بشه و مسئول بمونه. بنابراین آزادی به عنوان اصل قائی ایجاب میکنه که اخلاق باشه و مسئولیت جمعی ضامن اخلاق هست. به خاطر شما صرفا نمیتونید با حقوق در حقیقت آزادی رو تأمین بکنید. شما خیلی کارا میتونید بکنید که در کتاب قانون جرم تعریف نشده اما میتونید آزادی شخص دیگر رو نقض کنید. بنابراین شما به اخلاق نیاز دارید برای این آزادی و این مسئولیت اخلاقی باعث میشه که ما انسان‌ها آزادتر زندگی کنیم. دوم اینکه ما انسان‌ها بدون کامیونیتی از بین میریم. ما انسان‌ها باید به اصطلاح ما جز جانورانی هستیم که گله‌ای زندگی می‌کنیم. زندگی گله‌ای داریم، زندگی جمعی داریم و زندگی جمعی برای ما حیاتی است. ما به تنهایی می‌میریم. امکان سروایو کردن، امکان تداوم و بقای حیات بقا رو نداره، تداوم حیات و بقا رو نداره. در نتیجه کامیونیتی، مفهوم کامیونیتی و اصل ضرورت کامیونیتی ایجاب می‌کنه که مسئولیت اجتماعی وجود داشته باشه.
اگر آدم ها نسبت به هم مسئولیت اجتماعی نداشته باشن، هویت کامیونیتی آسیب میبینه و کامیونیتی از بین میره، تضعیف میشه. این در حقیقت فونکسیون کارکرد اجتماعی مسئولیت جمعی هست. از طرف دیگه مسئولیت جمعی حافظ خیلی عمومی است. یعنی من پابلیک اینترست با مسئولیت عمومی است که حفظ میشه. اگر آدم ها در درون یک جامعه مسئولیت عمومی نداشته باشن، منافع عمومی در حقیقت نمیتونه حفظ بشه. سه قلمروی داره مسئولیت عمومی که سنتاً و تاریخاً در موردش بحث شده و ما باش خیلی آشنا هستیم. یکی مسئولیت عمومی که ما در عرصه فیزیکی و بیولوژیک داریم. ما مسئولیم که بهداشت رو مثلا رعایت کنیم. من مسئولم که بهداشت رو رعایت کنم. من وقتی میام توی کتابخونه اگر سرما خوردم مثلا باید به شکلی عطسه نکنم که این سرما خوردگی من واقعی داشته باشه. من اگر بیماری سختی دارم باید مراقب باشم که در مکانهای عمومی حاضر نشم. در بسیاری از ادارات اگر شما مریض باشید از شما میخوان که شما سر کار نیایید، نیایید بخاطر اینکه دیگران مریض میکنید. در حقیقت بهداشت ما انسانها و همدیگه رفت داره و چون بهداشت ما رفت داره ما نسبتش مسئول هستیم. یکی مسئله امنیت هست. امنیت عمومی هم وابسته به در حقیقت پروا داشتن نسبت به مسئولیت جمعی هست. حفظ مرزها، حفظ تمامیت ارضی در جنگ و صلح در حقیقت شما به چیزی برای نفع شخصی خودتون بیاندیشید. و یکی هم قلمرو اجتماعی است. نگهداری از یتیمان، نگهداری از پیران، دستگیری از آسیب زدگان، مصائب طبیعی، بلایای طبیعی، اینا چیزایی نیست که در قانون نوشته شده باشه که ما مسئولیم اگر در جایی زلزله اومد بریم کمک کنیم بهشون. ما اخلاقاً خودمون رو موظف می‌بینیم که به اون کسانی که آسیب دیدن و در شرایط دشواری هستن کمک کنیم، به بیماران خاص، به سرطانی‌ها، به مهاجران، به پناهندگان. انواع و اقسام مشکلات اجتماعی که انسان ها میتونن داشته باشن یک وظیفه اخلاقی رو بر دوش کسانی که در موقعیت بهتری هستن قرار میده. این ها چیزاییست که در جامعه شناسی درش ازش بحث شده، در آنتروپولوژی درش بحث شده. اما من یک قلمرو دیگر رو هم میخوام بهش اضافه کنم و اون قلمرو سیاست هست. یعنی پذیرفتن مسئولیت سیاسی، مسئولیت جمعی یک ضرورت سیاسی است. سیاست نه به مفهوم حکومت داری، سیاست به مفهوم در دست گرفتن سرنوشت شهروند به دست خودش در موقعیتی برابر و با داشتن آزادی. وقتی که ما از امر سیاسی صحبت میکنیم در حقیقت از برابری و آزادی و حق تعیین سرنوشت صحبت می‌کنیم. همه انسان‌ها به عنوان شهروند با یکدیگر برابرند و باید آزاد باشند در تعیین سرنوشت خودشون. اگر چنین امکانی از بین بره، یعنی سیاست از بین رفته. بنابراین ما در حکومت‌های خودخامه حکومت داریم ولی سیاست نداریم. حاکم حق رو بهش می‌خواد می‌کنه، بقیه هم هیچ نقشی یا کمتره نقشی میتونن در تدبیر و تنشیت امور بازی کنن. اگر ما بخواهیم امر سیاست که شالوده دموکراسی است به عنوان یک ایدئال تحقق پیدا بکنه و مدام پرستاری بشه و حفظ بشه، باید در برابر همدیگه مسئول باشیم. یکی از مسئولیت‌های مهمی که در جامعه ما ازش تغافل میشه مسئولیت در برابر ایمان دینی و اندیشه های دینیست. اندیشه به طور کلی عرض کردم که از زمان جنگ جهانی دوم به این سو بسیار بحث کردن در مورد که نه تنها رفتار، رکشن، عمل میتونه کریمینال باشه یا مجرمانه باشه،
بلکه اندیشه ها هم مجرمانه هم. اندیشه ها معصوم نیستن. شما نمیتونید بگید که من این فکر منه و با این کلمه بخواهید خودتون رو مسئول و مبرای از هر گونه خطای عملی قابل نمایید. اندیشه ها میتوانند به اندازه اعمال خطرناک باشند. در اساسنامه یونسکو نوشته که جنگ ها نخست از ذهن رو خوندن. شما اول به جنگ میاندیشید بعد اون جنگ رو. بنابراین دیده جنگ نخست از ذهن به وجود میاد و بعد برنامه. اندیشه ها میتونن بسیار خطرناک باشن. چیزی که ما فکر نکردیم هنوز چندان بهش در ایمان این هست که آیا مفهوم خدا میتونه کریمینال باشه؟ آیا اندیشه خدا میتونه اندیشه مجرمانه‌ای باشه؟ آیا میشه تصوری از خدا داشت که تصور ضد انسانی باشه و به قتل جنایتی انجامه؟ یا اینکه نه، شما میتونید هر کاری بکنید و بعد بگید که چه ربطی داره به مفهوم خدا؟ پیر بوردیو یکی از مهمترین جامعه شناسان فرانسوی و یکی از بزرگترین متفکران قرن بیستم یک مفهومی داره به نام سرمایه نمایی. میدونید که مارکس مفهوم سرمایه رو شامل تحلیل اقتصادی خودش قرار داد، یک تحلیل اقتصادی که فراگیر بود، یعنی جامعه شناسی خودش رو تولید میکرد، یعنی سیاست خودش رو تولید میکرد و در حقیقت تحلیلی بود برای تاریخ یا روند تاریخ. مراد مارکس از سرمایه مادی بود. وقتی مارکس از کالا حرف می‌زد منظورش همون کالای مادی بود. وقتی مارکس از کارفرما و کارگر حرف می‌زد منظورش هم کارفرما و کارگری که ما می‌بینیم بود. پیر بوردیو میاد مفهوم سرمایه رو گسترش میده و میگه که سرمایه منحصر به سرمایه مادی نیست، منحصر به پول نیست یا داشتن طلا و معدن نیست، بلکه یک چیزهای گاهی سرمایه هستن که اون چیزها مادی نیستن. شما نمیتونید لمسشون کنید، شما نمیتونید اونها رو در دست بگیرید. سرمایه های این هستن که ممکنه دینی باشن، سرمایه های هنری باشن، سرمایه های اخلاقی باشن. حالا توضیح میدم. شما میدونید که در عالم سینما ما یک سینمای هالیوودی داریم به اصطلاح، یک سینمای مستقل. در عالم موسیقی ما یک موسیقی پاپ داریم و یک موسیقی هایی داریم که اصلا آدم های متخصص یا آدم های خیلی علاقه‌مند دنبالش هست. خب اینها در موقعیت برابری نیستن. موسیقی پاپ، شما اگر موسیقی پاپ باشید، خواننده پاپ باشید، با یک دونه سیدی تو میتونید به مقدار خیلی زیادی پول بدید. ولی اگر شما مثلا اهل موسیقی کلاسیک باشین یا اهل موسیقی آلترناتیو باشین، به دشواری میتونیم پول در بیاریم، به دلیل اینکه کسانی که خواهان این موسیقی هستن بسیار اندکن نسبت به موسیقی پاپ. خب این دو یه چیز میفروشن، در صدا میفروشن، اونه که طلا نیست، اونه صداست، اصواته. در حقیقت دو نوع هنره، دو نوع دانش موسیقی است، دو نوع خلاقیت آوایی است. اما یکی یک جایگاه گسترده‌ای در جامعه پیدا می‌کنه و یکی نمی‌تونه جایگاه بلندی پیدا کنه. به این مفهوم از نظر پیر بوردیو سلیقه‌ای که موسیقی پاپ رو میپسنده در حقیقت یک سرمایه نمادینه. من به عنوان یک هنرمند میدونم که این ذوق موسیقی و این سلیقه موسیقی در عالم خارج در مورد موسیقی پاپ خیلی زیاد هست و میام اون موسیقی رو که مطابق سلیقه عموم هست اون رو تولید میکنم و در
واقع از اون سرمایه نمادین استفاده میکنم برای تبدیل سرمایه نمادین به سرمایه واقعی. یعنی من ذوق شما برای من پوله، ذوق موسیقی شما برای من تبدیل میشه به پول. ذوق یک امریز کاملا غیر مادی، هنری که من به شما میدم کاملا غیر مادی است، هر دوی اینها سرمایه های مادی هستن. ما یک داد این داد و ستدی که بین ذوق شما و سرمایه و هنر من هست، این یک داد و ستدی است کاملا سیمبولیک و نمادی. منتها این داد و ستد نمادی میاد توی مارکت واقعی، توی بازار واقعی و تبدیل به یک داد و ستد واقعی میشه. ذوق شما تبدیل میشه به 10 دلار، هنر من تبدیل میشه به جسم یک سی دی و من این رو به شما میدم، شما رو میخری و اون تبدیل میشه برای من سرمایه مادی. در عالم دانشگاهی من میرم 10 سال درس میخونم، درس یه سری کانسپت و مفهوم و ایده و تئوری، بعد به من یه تایتل میدن، میگن این آقا پی اچ دی داره. شما پی اچ دی رو که لمس نمیتونیم بکنیم که. پی اچ دی به من یک موقعیتی میده، یک مقامی میده که این مقام سمبولیکه، اون یک سرمایه نمادینه برای من. من با اون پی اچ دی میتونم کتاب بنویسم، خیلی فروش بیشتری بکنه از کسی که پی اچ دی نداره. در جای تدریس کنم که کسی که پی اچ دی نداره نمیتونه تدریس کنه، به جای دعوت بشم و پولی بگیرم که کسی که پی اچ دی داره نمیتونه بگیره. و همین ترتیب یک دیالکتیک، یک اینتراکشن بین سیمبولیک کپیتال، سرمایه نمادین و نتورک کپیتال وجود داره. حالا این تئوری رو که من خیلی ساده، چون اصولا دوری بسیار دشوار نویس و دشوار بود هست، من خیلی ساده توضیح دادم این رو، اینو بیاریم در عرصه دین. اتفاقی که در 30 سال گذشته افتاده این هست که جمهوری اسلامی از یک سرمایه نمادین استفاده کرد. چرا روحانیت قدرت به دست گرفت؟ به دلیل اینکه دین در جامعه ایران یک سرمایه نمادین فوق العاده غنی بود. هیچ سرمایه اجتماعی به اندازه دین اینقدر فربه و پردار نبود. روحانیت به عنوان نماینده این دین آمد و از اون سرمایه استفاده کرد و باش حکومت خرید. در حقیقت اون دین رو به شما فروخت، حکومت رو برای خودش خرید. و در این 30 سال مثل قیمت ارز، این ارز مذهبی یا ارز دینی به تعبیر محمد رضا نیکبر نوسان داشته. یه بخشای جامعه که مذهبی بودن مذهب از دست رفته، مذهبشون رو کنار گذاشتن، یعنی ارز مذهبی اونجا سقوط کرده. بورس مذهب در بعضی از مناطق کشور سقوط کرده. یه جاهایی که مذهبی نبود یا کمتر مذهبی بود، به دلیل تبلیغات جمهوری اسلامی یا نظام آموزش و پرورش یا ترویج خرافات مذهبی تر شده، یعنی اونجا ارز مذهب بالا رفته، بورس مذهب بالا رفته. خب اون چیزی که در مورد من چقدر بلخ کنم این همه من حرف دادم صحبه کنید. اگر در 30 سال گذشته جنایت هایی به دست جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، ما باید در مورد اون سرمایه نمادین که دین هست تردید کنیم و پرسش کنیم. تردید کردن و پرسش کردن در بوری اون سرمایه نمادین هم آسان نیست. چرا؟ مثل این اونه که شما نمیتونید عضو مافیا باشین یا نه عضو مافیا، پدر شما عضو مافیا باشه، شما در یک زندگی مجلل زندگی میکنید، در یک خانه مجلل زندگی میکنید، پول خیلی زیادی دارید، بسیار تجمل و همه چیز لوکسش در خدمت شماست، و شما بگید که
من مافیا مخالفم. من هم که کار مافیا نمیکنم، پدر من در حقیقت داره کار مافیا میکنه. حالا من چون پسرشم فرحال این امکاناتی که پدر مادرش به ما گذاشته ما استفاده میکنم. اون سرمایهی که به وجود آمد و با اون سرمایه جنایت میشه شما نمیتونید نسبت بهش متفاوت بشید. اگر این سرمایه مذهبی در ایران امروز زندان اوین ساخته، اگر شما نماز میخونید باید به زندان اوین فکر کنید و ببینید چه رابطه‌ای بین نماز شما و زندان اوین هست و چگونه میشود در شهری نماز خوان که در اون زندان اوین هست. یعنی اون خدایی که به اسم اون خدا، با نام اون خدا، با اتقای اون خدا یک حکومت ساخته شده و اون حکومت زندان ساخته و به نام مذهب بیگناهان رو اونجا اعدام میکنه و میکشه، چطور میتونید شما صبح و ظهر و شب نام اون خدا رو ببرید و فکر کنید که به یک مقامی از معنویت دست بدید؟ باید در درک خدا و در برداشت از خدا و در وجود چنان خدایی شک کرد که زندان اوین از دلش بیرون میاد. بنابراین من نمیتونم از رانت مذهب استفاده کنم در جامعه ایران و بگم که خب ما که نکردیم این کارا رو که یه دارم میکنم. کسانی که دستشون به خون آلوده است در جمهوری اسلامی شاید 1000 نفر، 2000 نفر، 3000 نفر باشه، اما این دست به خون آلوده نمیتونست 30 سال در این مملکت حکومت کنه اگر جامعه ای ارزش ها و هنجارهای مقدس اون رو تولید نمی کرد. اون پیرمردی که در یک روستای در دماوند در مسجد روستای خودش نماز می کنه، اون ارزشی رو تولید می کنه که باش آقای لاجوردی آدم زد. اینها از هم جدا نیست؟ شما نمیتونید اینها رو تفکیک کنید. این همون سرمایه نمادینه. اگر اون پیرمرد روستایی که به نظر بسیار معصوم میاد و به نظر میاد که روحش هم از همه این چیزها بیخبره و واقعا بیخبره به خاطر اینکه ناآگاهه، اگر آگاه بشه باید احساس مسئولیت کنه. اگر کاری که یک روشنفکر میتونه بکنه این هست که این آگاهی رو ایجاد کنه. من یه مثال بزنم، یک برگردون این مدار عقب‌تر. یکی از موضوعات جالب برای کسایی که به تاریخ اندیشه علاقه من هستن در اسلام ممکنه که برایشون جالب باشه این هست که تا قرن 19 مسئله وبا و طاعون در فرهنگ‌های مختلف اسلامی، یعنی چه در تونس شمال آفریقا و چه در ایران، یک مسئله فقهی بوده نه مسئله طبی. یعنی طاعون رو یک مسئله کاملا دینی می‌دونستن نه یک مسئله طبی. به این معنی که فکر می‌کردن که طاعون یک بلای آسمانی خداوند نازل می‌کنه برای اینکه یک مردمی رو که گناه کردن یا در مدد ده ها کتاب فقهی نوشته شده درباره طاعون و اینکه شما چگونه از طاعون باید جلوگیری بکنید، دعاهایی که در پیشگیری از طاعون توصیه شده و درمانهایی که باز به صورت اذکار و اوراد در مورد طاعون گفته شده. خب شما اگر فکر کنید که طاعون یک قضا و بلای آسمانی هست، هیچ موقع نمیان تلاشی بکنیم برای اینکه طاعون از اون ببره. هیچ موقع این مسئله فقهی رو تبدیل نمیکنه به یک مسئله پزشکی. اون اگر میبینید که جامعه ایران جامعه غیر مسئولی هست به دلیلی که جامعه غیر آگاهی هست. کار روشنفکر این هست که این خطهای پیوند رو بین چیزهایی که به نظر نامربوط میاد نشون بده. بین خدا و جنایت، بین خدای ما ایرانی ها، بین خدای شیعه و
بین خدای اسلام و خشونت. اگر این پیوند رو نتونیم نشون بدیم، هیچ مسلمانی احساس مسئولیت نخواهد کرد در برابر اون فجایعی که به اسم اسلام انجام میشه. اگر من شیعه هستم و اگر شیعیان به اسم تشیع و برای حفظ تشیع صدها بابی و ازلی و کشتن به اسم اینکه اینها امام زمان رو این کار کردن، من نمیتونم به تفاوت باشم، من نمیتونم بگم من که نکردم. همونطوری که من اگر مرد هستم نمیتونم اگر بر زنها ظلم میشه بگم من که زن نیستم و منم مثلا مجردم، منم که تا حالا ازدواج نکردم که به زنی ظلم میکنم. من مسئولم به دلیل اینکه من مردم و تمام اون ظلم و ستم و سرکوبی که بر زنها رفته و میرود حاصل نظام و روابط مردسالارانه است و من نمیتونم نسبت بهش تفاوت باشم. من به عنوان یک مرد در مقابل جرائمی که مردان دیگر علیه زنها انجام میدن مسئولم. اگر من این رابطه ها رو نفهمم، از مسئولیت هم خودم شانه های خودم رو خالی میدونم. در عالم مذهب شما میدونید من فلانی آدم ظاهر خوبیه، این آقا این آخونده اصلا از آخونده حکومتی نیست، این آخونده عارفه، این آخونده اصلا این آدم نیست که فقط اهل ذکر و فلانی ها. فراموش میکنید که اون عرفانی که، اون ذهنی که، اون تصویری از خدایی که این مرد معتقد به گوشه نشین تولید میکنه با همان خدا میشه سر. اگر این رابطه ها رو نفهمیم هیچ وقت اون رو مسئول نمیدیم. میگن ملا علی کنی یکی از روحانیان بسیار معروف زمان معاصر دیرشاه، زمان قاجاریه بود و معروف بود به زهد، معروف بود به این که خیلی آدم زاهدیه، آدم پارساییه. و این آدم اینقدر پارسا بود که شما احمد نمیدونم چقدر مذهبی هستید، میدونید که بر عید فطر دعوا میشه بین علما که آیا عید فطر هست یا نه، ماه دیدن یا ماه ندیدن، روز اول شوال هست یا روز آخر ماه رمضان. زمان ناصرالدین‌شاه بازاری تهران میرن پیش آقای محمد ملالی کنی و بهش میگن که آقا فردا روز عید فطره یا اینکه ما روزه بگیریم. خواهم مشکل این قدم یکی روزه عید فطر روزه با حرامه، نه اینکه باطله، حرامش نبوده. برمان اصلا تطبیق خودشون رو بگیرم. ایشون هم از فرد زهد و تقواش نمیخواست جواب خیلی قطعی روشنی بده که مثلا عبادت اینا دردن ایشون بیاد. گفت حالا ممکن باشه، ممکن نباشه. گفتن آقا میخوام توب در کنن، چون زمان با آجاری وقت ایده توب در میکردن. گفتن آقا میخوام توب در کنن، یه جواب درست حسابی میخوانم. اینشون هم باستون ظاهر بود و نمیخواست جواب قصدی بگه. گفت حالا بگید در میکنن، ولی همچین در این زهد ملا علی کنی. همین ملا علی کنی در تهران با استفاده از همین تصویر زهدش بود که چنان نفوذ قوی در دربار قاجار داشت که کمتر روحانی اون زمان داشت. یعنی اگر یک روحانی بخواد، شما آقای خمینی رو زندگیش دیدید در تلویزیون، در خوندید برنامه‌اش، زندگی آقای خمینی اصلا زندگی تجمعی نبود و واقعا زندگیش همون بود که ما در تلویزیون می‌بینیم و می‌خونیم راجع بهش. بسیار ساده غذا می‌خورد، بسیار ساده می‌پوشید، در یک خانه دو اتاق زندگی می‌کرد. چرا؟ به خاطر اینکه زهد یکی از اون سرمایه‌های نمادینه. اگر یک آخوندی بره در کاخ زندگی بکنه، هیچ کس دیگه برداشت گوش نمی‌کنه. اگر بخواد این حرفش گوش کنن، باید همونجا زندگی کنه، باید همونجوری لباس بپوشه. اون زهد رو به شما می‌فروشه و از شما آزادیتون رو میگیره. او قدرتش رو از راه زهدش اعمال میکنه. اوست که به شما میگه زهد یک ارزش اساسا.
اون نظام مکن روحانی عارف گوشی نشین در قوم اون است که زهر رو ارزش میکنه و یک کسی دیگه میاد با اون پول در حقیقت جنایت میکنه. به این دلیل هست که جامعه ما نسبت به مفهوم خداوند مفهوم مذهب باید به شدت حساس بشه به دلیل حکومت مذهبی 30 ساله و ما باید رابطه خودمون رو با این خدای شیعی در حقیقت یا خدای اسلام دوباره تعریف کنیم. ببینیم که این خدایی که قانون میگذره خدای قانونگذار هست و این قانونش رو یک عده تفسیر میکنن و همون عده اجرا میکنن آیا میتواند خدایی در خور انسان آزاد برابر امروز باشه یا سپاس کنید.